قسمت پانزدهم غار هراسناک از خوردن نهار اریک به بچه ها گفت که یک استراحت کوتاه کرده و در ساعت سه برای تجسس آماده باشند. البته قرار شد جنیفر در سفینه بماند و آزمایش هایش را روی حل از شروع کند و در عوض اریک با دین و ریکی همراه شود. ساعت سه اریک بچه ها را گروه گروه به کوهستان ریندو برد و همگی دوباره شروع به گشتن کردند. خوشبختانه هوا تا ساعت 9 شب روشن بود. اریک از بچه ها خواست که ساعت هشت کنار سفینه باشند. گروه ها هر کدام مشغول شدند. تا ساعت هشت هیچ گروهی موفق نشده بود که گل را پیدا کند. همه به دور سفینه آمدند ولی هرچه صبر کردند از گروه اریک خبری نشد. ساعت از هشت و نیم هم گذشت. آنیتا چندین بار تلاش کرد که با بیسیم با اریک تماس بگیرد. ولی ارتباط برقرار نشد. بچه ها همه خسته و نگران و وحشت زده بودند و نمیدانستند چه کار کنند. در آخر جان پیشنهاد داد که امیر بچه ها را گروه گروه به سفینه برساند و سپس برای درخواست کمک به پایگاه برود و او هم بماند تا دنبال دوستانش بگردد آنیتا، آرمیتا و آیدا هم تصمیم گرفتند که همراه جان بمانند و با اینکه وی موافق ماندنشان نبود، موفق نشد آنها را راضی کند که همراه سایرین به سفینه برگردند. آنها از سفینه مقداری لوازم اضافی و کپسول اکسیژن برداشتند. آنیتا دستبند ارتباطیش را به امیر داد و سپس شارتایی به سمت محلی که اریک و گروهش در آن ناحیه عملیات جستجو را انجام میدادند رفتند. امیر ابتدا جک، جید، راکی و فلور را به سفینه رساند و خود برای درخواست کمک به پایگاه ریتال رفت. شب شده بود و فقط افسرهای کشیک در پایگاه حضور داشتند. او ابتدا به قسمت فرماندهی رفت و چون کسی را آنجا پیدا نکرد به سمت دفتر افسران براه افتاد. آنجا ماجرا را برای افسر مافوق توضیح داد و از خبری که شنید شکه شد. افسر نگهبان گفت که چندین بار کسانی در این منطقه گم شدند و گروههایی هم که برای کمک رفتهاند به مفقودین پیوستند. برای همین طبق قانون هنگام شب هیچ گروهی برای تجسس اعزام نمی شود. امیر از ناراحتی نمیدانست چه کار کند. به فکرش رسید که به استاد مشاورشان خبر دهد. به سمت ساختمان اسکان استادان رفت. آنجا فردی در رسپشن حضور داشت. از او خواست که با منزل پروفسور تماس بگیرد. اما متاسفانه پروفسور آنجا نبود. امیر گیج و ناراحت بیرون آمد. هفت نفر از بهترین دوستانش در خطر بودند. فهمیده بود که تا به حال هیچ کس در شب از این کوهستان جان سالم به در نبرده است. مغزش کار نمیکرد و دیگر نمیدانست که چه کار باید بکند فقط میدانست که دوستانش برایش بسیار عزیز هستند و حاضر است برای نجات آنها هر کاری بکند به سفینه برگشت تا وسایل و لوازم بیشتری بردارد بچه ها وقتی که متوجه شدند امیر به تنهایی میخواهد برای کمک به دوستانش برود و کسی از پایگاه به آنها کمک نمیکند خیلی نگران شدند فلور که از زمان سفر به امیر دل بسته بود در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود برای امیر آرزوی موفقیت کرد. جک هم آماده شد که با امیر برود. امیر به جک گفت خیلی دیر شده است. تقریبا یک ساعت و نیم است که گروه جان را تنها گذاشته ایم. باید زودتر حرکت کنیم. وقتی اریک به دین و ریکی پیوست با توجه به گفته خانم زیبا بچه ها را تشویق کرد که به سمت دریاچه حرکت کنند. خیلی زود آنجا را پیدا کردند. جایی بود رویایی و بسیار زیبا. بچه ها به هم نگاه کردند. در کنار دریاچه آبشاری با عبوحت و بسیار بزرگ قرار داشت. دین گفت اریک احساس می کنم که چشمی از داخل آبشار به ما نگاه می کند. من فکر می کنم پشت آبشار راهی قرار دارد و کسی یا چیزی پشت آن مخفی شده. بیایید آنجا برویم. اریک به یاد حرف های خانم افتاد. در جایی که رستنی با آب یکی می شود، در جایی در تاریکی و سرما جواهری به سنگی تکیه کرده است. آنجا آب وجود داشت و تا لب آب انواع و اقسام گیاهان قابل رشد قرار داشتند. آیا ممکن است که آنجا آن گل را پیدا کنند؟ با خوشحالی به بچه ها گفت که آنها همانجا بمانند تا او برگردد و خودش به سمت پشت آبشار رفت. دین حق داشت و در پشت آبشار در میان کوه راهی مخفی قرار داشت. اریک آرام آرام به جلو رفت. به غاری رسید که خیلی تاریک بود. چراغش را رو روشن کرد و به داخل غار رفت. در تاریکی بود که گل را دید. تعداد زیادی گل آنجا وجود داشت. باورش نمیشد. با خوشحالی گفت: آه خدای من متشکرم که ناگهان موجودی بسیار بزرگ را درست در جلوی خود دید. موجودی پوشیده از پشم سفید با صورتی ترسناک و درنده خو با دندانهایی بسیار تیز. موجود دست خود را جلو آورد و اریک را مثل یک موش بلند کرد. اریک فریاد بلندی کشید. جانور او را به سمت داخلی تر قار برد و با تنابهایی که از ریشه درختان درست کرده بود به تیرکی بست و خودش بیرون رفت. اریک که از ترس فلج شده بود به اطراف نگاه کرد و از چیزی که دید پشتش لرزید. تعداد بسیار زیادی استخوان انسان و سایر موجودات آنجا به چشم میخورد. اریک حد زد که عاقبتش شبیه یکی از این استخوان ها می شود. با خود گفت پس خانم زیبا چه گفت؟ من بعد از مرگم چطور می توانم از دستگاه هم استفاده کنم؟ در همین فکرها بود که دوستانش را دید که هیولا هر دو را با یک دست گرفته و به داخل قار می آورد و در کمال ناراحتی دید که آن دو را هم کنار او به تیرک های دیگری بست و سپس از قار بیرون رفت. دین و ریکی خیلی زود متوجه اریک و ها شدند. آنها به قدری ترسیدند که دیگر حتی قادر به فریاد کشیدن نبودند. وقتی جان، آنیتا، آرمیتا و آیدا به منطقه رسیدند که اریک و گروهش قرار بود آنجا را بگردند، آنیتا نقشه را نگاه کرد و دریاچه را به سایری نشان داد و گفت بچه ها فکر کنم اریک باید از این منطقه شروع کرده باشد. بیایید ما هم از اینجا شروع کنیم. همه موافقت کردند و راه افتادند. وقتی به آن منطقه رسیدند، یک دفعه حس نگرانی شدید آنیتا به سراغش آمد. مطمئن بود که اریک و گروهش هم در اینجا بودند. پس گفت، بچه ها بیایید مخفی شویم. من احساس خطر می کنم. هر اتفاقی افتاده احتمالا همینجا بوده است. سایر دوستانش که به حسهای آنیتا کاملا ایمان پیدا کرده بودند قبول کردند و از درخت بلندی که برگهای زیادی داشت بالا رفتند. سپس آنیتا گفت باید منتظر شویم. یک دفعه صدای راه رفتن دو موجود بسیار سنگین به گوش رسید. با دیدن آنها نفس در سینه بچه ها حبس شد. دو موجود پشمالوی قول پیکر و وحشتناک با صورتهایی بسیار زشت و درنده خو به سمت دریاچه می آمدند. به نظر می آمد که یکی از آنها نر و دیگری ماده باشد. خوشبختانه آنها متوجه بچه ها نشدند و به سمت راه مخفی پشت آبشار رفته و در پشت آن ناپدید شدند. آنیتا با نگرانی گفت بچه ها باید زودتر به کمک اریک دین و ریکی برویم. احساس می کنم جانشان در خطر است. آرمیتا که رنگش مثل گچ سفید شده بود و از نگرانی بیتاقت شده بود با ناراحتی گفت عجله کنید باید زودتر کاری کنیم. جان گفت ما حریف آنها نیستیم. باید با یک نقشه حساب شده کارشان را بسازیم. آیدا با بیتاقتی گفت فعلا کاری که باید بکنیم این است که از بالای درختها پایین بیاییم تا بتوانیم نقشه بکشیم. خواهش میکنم زود باشید. وقتی از درخت پایین آمدند به اتفاق نقشه کشیدند و به سمت قار به راه افتادند. همه گی هایشان را درآورده بودند. البته تصمیم داشتند که تا حد امکان به قولها آسیبی نرسانند. جان یک کپسول گاز بیهوش کننده را با اینکه مطمئن نبود روی این موجودات اثری دارد یا نه آماده کرده بود. آنیتا هم علاوه بر سلاح لیزریش یک تفنگ دامپزشکی حاوی تیرهای بیهوش کننده موجودات سیاره که پروفسور هاس برای احتیاط به آنها داده بود آماده بر دوش داشت. با احتیاط و آرام در حالی که دو گروه شده بودند و آرمیتا و آنیتا از یک سمت حرکت می کردند و جان و آیدا از سمت دیگر آرام و بی صدا وارد قار شدند. در همان زمان صدای فریاد بسیار وحشتناکی به گوششان رسید. صدای درد کشیدن انسانی که صدای زجج تا مغز استخوان انسان نفوذ می کرد. بچه ها دیگر احتیاط را کنار گذاشتند و بیمه با داخل قار شدند. به سمت صدا حرکت کردند. ولی از چیزی که دیدند چند ثانیه خشکشان زد. دین در دست یکی از آن ها قرار داشت. و قول داشت زنده زنده او را میخورد. تقریبا نصف بدن دین دیگر وجود نداشت. ماسک دین از روی دهانش کنار رفته بود و باعث شده بود که بچه ها بتوانند صدای او را بشنوند. آن موجود ماسک دین را به طور کامل از روی صورتش برداشت و سر او را در دهانش گذاشت و از محل سر خون فواره زد. موجود دیگر در حالی که با خوشحالی جفتش را نگاه می کرد، مشغول باز کردن تناب اریک شد. خوشبختانه هر دویشان به قدری سرگرم بودند که متوجه ورود بچه ها نشدند. جان که متوجه شد ممکن است در اثر یک آن قفلت اریک را هم از دست بدهند، دیگر تأخیر را جایز ندانست و حمله کرد. با حمله ی جان، سایرین هم از حال شک در آمده و حمله کردند. آنیتا با سلاحش به موجودات حمله کرد. دیگر نمی توانست دل رحم باشد. دلش می خواست هر دو موجود را از صفحه روزگار محو کند. در یک لحظه هر چهار نفر به آن دو موجود تیراندازی کردند. و آنها بدون اینکه بتوانند از خود حرکتی نشان دهند به روی زمین افتادند سپس بچه ها به سمت اریک و ریکی که گیج و شک زده بودند دویدند و دستهایشان را باز کردند و به کمک هم آنها را از قار بیرون آوردند از ترس اینکه دوباره موجوداتی مانند قولهای قار را ببینند در محلی پشت درختان مخفی شدند آنیتا از بچه ها خواست که با بیسیم او که دست امیر بود تماس بگیرند. امیر از شنیدن صدای بچه ها بی نهایت خوشحال شد و گفت که با جک در راه هستند و از موقعیت آنها متوجه شده و تا چند دقیقه دیگر می رسند. وقتی که سفینه رسید فقط دو نفر می توانستند سوار شوند. بچه ها اریک و ریکی را سوار کردند. امیر گفت من می روم و سعی می کنم که هرچه سریتر برگردم. بچه ها دوباره پشت درختان برگشتند. حدود نیم ساعت بعد امیر به دنبالشان آمد و آنها قمزده و سوگوار به سفینه برگشتند. در سفینه همه به استقبالشان آمدند. هنوز کسی از ماجرای دین خبر نداشت. ریک و ریکی در درمانگاه بودند و جید به وضع آنها رسیدگی می کرد. تازه آنجا بود که امیر و جک متوجه شدند که دین همراه بچه ها نیست. امیر از جان پرسید جان پس دین کجاست؟ جان سرش را پایین انداخت و اشک در چشمانش حلقه زد. آرمیتا و آیدا و آنیتا هم در حالی که اشک میریختند سرشان را پایین انداختند. هیچ کدام قادر نبودند آنچه اتفاق افتاده را بازگو کنند. البته از ظاهرشان معلوم بود که چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد. جان در حالی که بغز راه گلویش را بسته بود به آرامی گفت متاسفانه او را از دست دادیم. چشمان بچه ها گرد شد تا مدتی صدایی از کسی در نیامد. از اریک و سایرین پیدا بود که رنج زیادی کشیدند. امیر سعی کرد ظاهرش را حفظ کند. پس رو به آنها کرد و گفت ساعتهای سختی را پشت سر گذاشته اید. باید با من به درمانگاه بیایید. آرمیتا، آیدا، آنیتا و جان همه به دنبال امیر به سمت درمانگاه راه افتادند. اریک و ریکی هر دو بهت زده و نیمه هوشیار بودند. جید به هر دو داروی آرام بخش تزریق کرده بود و به محض اینکه آرمیتا آیدا، آنیتا و جان به درمانگاه وارد شدند، برای آنها نیز آرام بخش تزریق کرد. با این حال بچه ها آرام و قرار نداشتند. یک لحظه هم تصویر زجر کشیدن دین از جلوی چشمشان پاک نمیشد و سنگینی شدیدی را در قلبشان حس می کردند. آنیتا یک لحظه هم نمی توانست هایی که از چشمانش سر و زیر می شد کنترل کند. آیدا و آرمیتا هم دست کمی از او نداشتند. هیچ کدام نه فکری به ذهنشان می رسید و نه کاری از دستشان بر می آمد. آنیتا به نوعی خود را مقصر می دانست. اگر او راجع به گل پیشنهاد نداده بود، اگر آن معمای شیرگونه خانم زیبا را برای آنها نگفته بود، اگر کمی زودتر می رسیدند، حالا دین زنده بود. امیر همه سعی و تلاشش را به کار برد تا بچه ها را آرام کند اما متاسفانه نتوانست حرف دلگرم کننده ای به ذهنش نمی رسید می دانست که با توجه به چیزی که در پایگاه شنیده زنده ماندن آنها هم خودش مثل یک معجزه بوده است اما تصویر دین به سر آرام، ملایم، مطلع و مهربانی که در هر کاری می شد با او مشورت کرد یک آن از جلوی چشمانش پاک نمی شد. در این فکرها بود که ناگهان سانتی در درمانگاه را باز کرد و با یک سینی وارد شد. داخل سینی ساندویچ و جوشاندهی ای بد بو قرار داشت. سانتی ابتدا به سمت آنیتا آمد و به او ساندویچ و لیوان محتوی جوشانده را تعارف کرد. آنیتا همانطور که آرام آرام اشکهایش به روی گونه هایش می چکید گفت ممنون سانتی من میل ندارم. سانتی اصرار کرد و از او خواهش کرد که حتما آن را بخورد و به بقیه نیز تارف کرد. همه بعد از خوردن جوشانده که برخلاف بو مزهش چندان بد نبود حالشان عوض شد. همه ی حافظه ایشان پاک شد و قدرت فکر کردن را از دست دادند. احساس گیجی و خستگی شدید کردند و در کمتر از چند دقیقه همه نشسته روی سندلی های درمانگاه خوابشان برد. امیر و جید به سانتی کمک کردند تا بچه ها را روی تخت های درمانگاه بخوابانند و سپس همه را در درمانگاه به حال خود گذاشتند. زمانی که آنیتا از خواب بیدار شد خود را روی تخت درمانگاه دید. آیدا و جان خواب بودند اما از آرمیتا اریک و ریکی خبری نبود. آنیتا احساس می کرد که تمام استخوانهای بدنش له شده است. سرش مثل یک کوه سنگین بود. به زحمت از جایش بلند شد و به سمت اتاقش رفت تا دوش بگیرد و لباسهایش را عوض کند. شب قبل با همان لباس های فضانوردی خوابیده بود. از زمانی که چشمهایش را باز کرده بود، یک لحظه هم تصویر دین و آن موجود وحشتناک از جلوی چشمانش دور نمی شد. با سرعت حمام کرد و لباس پوشید. احساس ناامنی می کرد. دلش می خواست در جای شلوغی باشد تا شاید تصویرهای ناراحت کننده او را راحت بگذارند. به اتاق غذاخوری رفت. آنجا بچه ها را دید که با چشمانی گریان به سخنان اریک گوش می دهند. در کمال تعجب دید که حال اریک چندان هم بد نیست یا حداقل از چیزی که آنیتا انتظار داشت بهتر است. در همین موقع آیدا و جان هم با صورتهایی تقریبا داغون وارد شدند. آنیتا وقتی دوستانش را دید احساس کرد حالش بهتر شده است. حتی تصور این را که ممکن بود اریک را هم از دست بدهند نمی توانست بکند. در همین موقع امیر وارد اتاق غذاخوری شد و به اریک گفت که از فرمانداری آمده اند و میخواهند با آنها ملاقات کنند. اریک به پیشوازشان رفت و ایشان را به اتاق غذاخوری راهنمایی کرد. همه به احترام فرمانده از جا بلند شدند. فرمانده پایگاه از ماجرای شب قبل پرسید و اظهار تعصف کرد که نیروهایش به خاطر مقررات پایگاه نتوانستند نیروی کمکی برای آنها بفرستند. سپس علت پیش آمدن چنین وضعیتی را جویا شد و گفت در این سیاره حتی افراد بسیار با تجربه که تعلیمات نظامی بسیاری دیده اند جرأت ندارند به کوهستان ریندو بروند. شما چندان شاموز بی تجربه سال اولی با خودتان چه فکر کرده اید که آنجا رفتید؟ البته من این مسئله را گزارش می کنم و استاد مشاور شما باید پاسخگو باشد. سپس از تلفات شب قبل پرسید و وقتی که فهمید فقط یک نفر تلفات داشتهاند خیلی تعجب کرد. اریک برای فرمانده ماجرا را با جزئیات کامل تعریف کرد و از فرمانده درخواست کرد که چند نفر نیرو و یک سفینه بزرگ به آنها قرض دهند تا آنها بتوانند جسد یکی از موجودات قولپیکر را برای آزمایش به پایگاه بیاورند. فرمانده موافقت کرد و قرار شد که سفینه ای بزرگ و ده نفر از بهترین سربازانش را به آنها بدهند. از طرفی اریک درخواست کرد که مراسم یادبودی برای دین ترتیب داده شود فرمانده گفت که حتما تا روز دیگر ترتیب برنامه دفن جنازه و مراسم یاد بود را خواهد داد. آرمیتا، آیدا، آنیتا و جان که از رفتار جدید اریک بسیار متعجب شده بودند، به محض اینکه فرماندار سفینه را ترک کرد، همه مشتاق صحبت با او بودند. اریک بچه ها را نگاه کرد و لبخندی زد. در چهره اش هنوز در دورنجی که دیروز کشیده بود به چشم میخورد. ولی با برقی که در چشمانش دیده میشد آنها مطمئن بودند حتما راه حلی برای این ماجرا پیدا کرده است پس آرمیتا گفت اریک آیا نقشه ای داری اریک سر را به عنوان تایید تکان داد و گفت آنیتا می شود در اتاق تو با هم صحبت کنیم آنیتا سر را به علامت تایید نشان داد و گفت حتما اریک گفت پس بیایید زودتر برویم امروز خیلی کار داریم وقتی به اتاق آنیتا رسیدند همه روی کاناپه های راحتی اتاق نشستند و آماده شنیدن حرف های اریک شدند اریک چنین شروع کرد دیروز صبح وقتی که شما راجع به حرفهای خانم گوی بلورین صحبت کردید من درست متوجه حرفهای خانم زیبا نشدم و حتی وقتی در درون قار گلها را پیدا کردم و توسط قولهای آدم خار اسیر شدم یک دفعه شک و دودلی به من روی آورد و فکر کردم همه چیز تمام شده است ولی وقتی شما درست سر به زنگاه رسیدید و من زنده ماندم فهمیدم که این حرف خانم زیبا باید در همین اتفاقی که برای ما افتاده صدق کند دیشب حالم خیلی بد بود ولی با این حال از خوردن جوشانده خواب سانتی خودداری کردم تا مغزم به تواند اتفاقات را حلاجی کند و به توانم هرچه زودتر راه حلی پیدا کنم. دلیل این هم که از شما خواستم تا در این اتاق با هم حرف بزنیم به خاطر این بود که با خانم زیبا مشورت کنیم. اما قبل از آن میخواهم نظر شما را بدانم. ببینید بچه ها ما دستگاهی داریم که با آن میتوانیم زمان را به عقب برگردانیم و خیلی هم دقیق این کار را انجام دهیم. یعنی حتی ساعت و محل دقیق زمان و مکان را هم میتوانیم تعیین کنیم. در همین موقع آنیتا بی اختیار وسط حرف اریک پرید و گفت واقعا این دستگاه اینقدر دقیق است؟ من که نمیدانستم. اریک پاسخ داد راست میگویی فرصت نکردم به شما بگویم البته خود من هم خیلی وقت نیست که متوجه این موضوع شدم بگذاریم دیشب تا صبح به این فکر می کردم که باید چه کار کنیم و چگونه از دستگاه استفاده کنیم. در آخر به این نتیجه رسیدم که باید برای خودمان وقت ذخیره کنیم. برای همین تصمیم گرفتم که با شما مشورت کنم تا نظر شما را نیز بدانم. جان گفت: اریک ممکن است منظورت را واضح تر بگویی؟ اریک گفت ببینید بچه ها در ابتدا همان دیشب میخواستم زمان را به عقب برگردانم و دین را زنده کنم ولی بعد با خودم گفتم خب فرزن که زمان به عقب برگشت و دین زنده شد ما باید چه کار کنیم که دوباره این اتفاق تکرار نشود و همچنین چگونه راهی برای دسترسی به گلها پیدا کنیم تازه خانم زیبا گفته که باید گلها را پرورش دهیم درست است؟ همه تایید کردند و اریک ادامه داد خب پس فکر کردم کمی بیشتر در این زمان بمانیم تا اولا راهی پیدا کنیم که بدون کشتن قولها آنها را گرفتار کنیم تا دانشمندان ما بهتر بتوانند این موجودات را بشناسند و دیگر بلایی که سر ما آمد سر کس دیگری نیاید دوما مطالعات و تحقیقاتمان را روی گلها شروع کنیم و آنها را پرورش دهیم حالا متوجه شدید که چرا چنین کردم و تک تک بچه ها را نگاه کرد و از نگاه های همه اینطور برداشت کرد که همه متوجه موضوع شده اند. سپس ادامه داد پس اگر موافق باشید نقشه ایمان را با خانم درون گوی در میان بگذاریم. آنیتا از جایش بلند شد و بدون اینکه حرفی بزند گوی را آورد. طبق معمول گوی نورانی و داغ شد و خانم زیبا به روی صفحه گوی ظاهر شد و خندان به همه سلام کرد. اریک میخواست موضوع را برایش توضیح دهد که خانم زیبا گفت اریک لازم به توضیح نیست من از همه چیز خبر دارم نقشت کاملا صحیح است فقط در سفر زمانی حواست باشد که چیزی را فراموش نکنی چون گاهی بعد از اینکه از دستگاه زمان استفاده می کنید دیگر تا چند روز قادر به استفاده از آن نیستید خب خداحافظ موفق باشید صفحه خاموش شد. بچه ها که حتی فرصت سلام گفتن را هم پیدا نکرده بودند از خداحافظی خانم زیبا تا چند لحظه حیران شدند. اریک زودتر از همه به خود آمد و گفت بچه ها بیایید شروع کنیم. و همگی با هم مشغول کشیدن برنامه و تعیین زمان گذر زمان و بررسی لوازه می شدند که باید مواظب باشند فراموش نکنند. وقتی کارشان تمام شد ساعت یک رو به نه بود و چیزی به شروع کلاس دکتر هاست نمانده بود. بچه ها سری به اتاق غذاخوری برگشتند تا به اتفاق سایرین به پایگاه بروند ولی قبل از آن اریک برایشان توضیح داد که بهتر است در عملیاتی که او و دوستانش به کمک سربازان شرکت می کنند حضور نداشته باشند تا مجبور نشوند صحنه های دلخراشی که آنها شب قبل دیده بودند ببینند سپس از آنها خواست که با کمک هم برای مراسم ختم فرد و عصر همه چیز را به بهترین صورت آماده کنند همینطور از امیر خواهش کرد خبر از دست دادن دین را به پدر و مادر و همینطور سیاره یوردریم خبر دهد. ساعت نه طبق معمول هر روز کلاس درسشان شروع شد. ولی پروفسور هاس مثل هر روز نبود و بسیار غمگین و افسرده به نظر می رسید. او در آخر کلاسشان که خیلی کوتاه بود به امیر گفت از اینکه دیشب نتوانستی مرا پیدا کنی متاسفم. بعد رو به همه کرد و گفت بچه ها تسلیت مرا بپذیرید. با حرف پروفسور انگار که داغ بچه ها دوباره تازه شده باشد اشکهای همه سرازیر شد. پس از کلاس، افسری از طرف فرماندهی داخل کلاس شد و به بچه ها اطلاع داد که مراسم یاد بوده دین فردا ساعت شش عصر در سالن مراسم و تشریفات پایگاه ریتال انجام می شود. همچنین به اریک اطلاع داد که سفینه و افراد مورد نظرش در بیرون از ساختمان آماده هستند. اریک تشکر کرد و به افسر مربوطه گفت که تا ده دقیقه دیگر آنها خواهند آمد. پس به ریکی، آنیتا، آرمیتا، آیدا و جان اشاره کرد تا زودتر برای پوشیدن لباس فضاییشان به سفینه برگردند. خودش هم به سمت امیر و جک رفت و به آنها گفت بچه ها همه چیز را به دست شما می سپارم. لطفا در کارهای مراسم ختم دین نظارت کنید تا همه چیز به نحو احسن انجام شود و پس از آن به سرعت به سمت سفینه دوید. نیم ساعت بعد همگی در محل حادثه بودند. برای احتیاط سفینه را کمی دورتر گذاشتند. ریکی حال چندان خوبی نداشت و هنوز از یادآوری حادثه با تمام وجودش میلرزید. اریک چنین دید به وی پیشنهاد کرد که در سفینه بماند. پس خودش جلوی گروه قرار گرفت تا آنها را به سمت قار راهنمایی کند. همگی آرام آرام و به صورت مخفیانه به قار نزدیک شدند. زمانی که به قار رسیدند، سکوت همه جا حکم فرما بود. اریک به جلو رفت و به جایی رسید که روز قبل آن موجود قول پیکر او را اسیر کرده بود. به آرمیتا، آنیتا و آیدا اشاره کرد که بیستند. سپس به آنها گفت که تا جایی که می توانند از گلهایی که در باغچه ورودی غار قرار داشت بچینند و در باکس مخصوصی که با خود آورده بودند بگذارند. مخصوصا تاکید کرد که مواظب ریشه های گل باشند. سپس خودش و جان همراه ده نفر سرباز با سلاح آماده به داخل غار رفتند. هنوز فریاد دین در گوششان صدا می کرد و قلبشان را می لرزند. با اینکه مطمئن بودند وقتی دین زنده شود چیزی از حادثه به خاطر ندارد ولی میدانستند که آنها تا آخر عمرشان صحنه های آن روز را رو از خاطر نمیبرند. وقتی وارد قاره داخلی شدند همه چیز مثل زمانی بود که شب قبل آنجا را ترک کرده بودند. دو موجود قول پیکر بر روی زمین افتاده و پیکر نصفه بیسر دین هم در کنار یکی از آن قولها قرار داشت. سربازان بیچاره که انتظار دیدن چنین سحنه ای را نداشتند از وحشت خشکشان زد. اریک گفت خواهش میکنم عجله کنید ما نمیدانیم که چند تای دیگر از این موجودات وجود دارند تازه باید یکی از اینها را هم با خودمان ببریم سپس از سربازی که تابوت خالی را حمل میکرد خواست تا باقی مانده ی بدن دین را در تابوت بگذارد بالاخره بعد از تلاش فراوان توانستند یکی از قولها را به سمت بیرون از قار کشانده و آن را داخل توری که مخصوص حمل لوازم بزرگ بود بگذارند در این فاصله آنیتا، آرمیتا و آیدا هم توانستند تعداد زیادی از گلها را با ریشه و بدون ریشه داخل محفظه مخصوصی که هم خاکی مثل سیاره داشت و هم ترکیب هوایی مانند سیاره تولید می کرد گذاشته و به سمت سفینه حمل کنند. وقتی همه سوار شدند، اریک از فرمانده خواهش کرد که ابتدا آن موجود قولپیکر را به آزمایشگاه تحویل دهند و سپس آنها را به سفینه برسانند. و به این ترتیب حدود ساعت دوازده همه در سفینه خودشان بودند. بچه ها جعبه گل را به داخل اتاق آزمایشگاه بردند و از همان زمان شروع به انجام آزمایش روی گل ها کردند. 58 گل با ریشه و 35 عدد بدون ریشه داشتند. قرار شد گل های ریشه دار را به چهار گروه تقسیم کنند و در جعبه های مخصوص بگذارند. گروه اول در جعبه محتوی هوای سیاره ریتال و با خاک خود سیاره. گروه دوم در جعبه محتوی هوای سیاره یوردیریم با خاک سیاره ریتال گروه سوم در جعبه محتوی هوای سیاره ریتال با خاک سیاره یوردیریم و گروه چهارم در جعبه محتوی هوای سیاره یوردیریم با خاک سیاره یوردیریم به هر گروه 13 گل ریشه رسید و 6 گل هم برای آزمایش های دیگر باقی ماند گل های بدون ریشه هم برای آزمایش های مختلف بر روی برگ گل و ساقه تقسیم بندی شدند آنیتا به بچه ها پیشنهاد داد که دوتا از گلهای ریشه دار را با هوای سیاره ریتال و خاک سیاره اوپاکس هم امتحان کنند. همه قبول کردند. سپس همگی برای عوض کردن لباس و خوردن ناهار از آزمایشگاه بیرون رفتند. آن روز نهار را در همان سفینه خوردند و عصر هم به قدری همه گرفته و خسته بودند که با جوشاندهی سانتی به خواب رفتند. شام در سکوتی سرد و ناراحت کننده خورده شد و دوباره هر کدام به اتاقهایشان پناه بردند. روز بعد هم بچه ها هم در کلاس دکتر هاست و هم در اتاق غذاخوری همگی ساکت و غمگین و بیحوصله بودند. عصر قرار بود مراسم تدفین و یاد بوده دین برگزار شود. اریک با سایرین برای ساعت چهار و نیم در کنار در خروجی سفینه قرار گذاشت و از آنها خواست که تا آن موقع کمی استراحت کنند. اصر همه بچه ها با لباس های فرم مدرسه از سفینه بیرون آمدند. فلور محل سالن را میدانست، پس با راهنمایی او به سمت آنجا به راه افتادند. در سالن همه سفید پوشیده بودند. دین را در تابوت گذاشته و به پیشنهاد امیر تابوت را درون پرچم سیاره یوردیریم کاملا پیچیده و دور آن را با روبانی که به آن مدال شجاعت وصل شده بود بسته بودند تا دیگر کسی هوس باز کردن در تابوت و خداحافظی با جسد دین را نکند پروفسور کلین پروفسور بیل و پروفسور جان سیلور استاد مشاور گروه محققین با سفینه های سری و سیر مخصوص همگی از سیاره یوردیریم آمده بودند و در مراسم مراسم حضور داشتند و از ظاهرشان مشخص بود که بسیار بحت زده و ناراحت می باشند. پدر و مادر دین نیز در وضع خیلی بدی به سر می بردند. حتی دانیال مغرور و خودخواه صورتی غم زده و چشمانی خیس داشت و خواهرش الیسا به قدری گریه کرده بود که چشمانش ورم کرده و قرمز شده بودند. مراسم با سخنرانی فرمانده شروع شد. او با بستگان دین اظهار هم دردی کرد و اعلام کرد که به وی مدال شجاعت داده می شود و نام او که باعث شده سایر انسان ها از خطر آن موجودات خطرناک در امان بمانند برای همیشه به یاد خواهد ماند. سپس پروفسور هاس سخنرانی زیبایی در مورد زندگی پس از مرگ ایراد کرد. سخنان استاد بسیار آرامش بخش بود و آنیتا را به شدت به یاد سخنان پروفسور بل میانداخت. در ادامه مراسم ابتدا پدر دین از او و از بچگی هایش سخن گفت. سپس نزدیکترین دوستانش ریکی و اسوالدو از شخصیت دوست داشتنی و از خاطرات زیبایشان با او گفتند. مراسم خیلی زیبا برگزار شد. در آخر وقتی پدر و مادر دین خواستند تا او را برای آخرین بار ملاقات کنند، به هر ترفندی بود، بچه ها مانع آنها شدند. در همان شب پیکر دین به خاک سپرده شد. شام را همگی به اتفاق هم در سالن غذاخوری پایگاه خوردند. پس از, از شام اریک و دوستانش برای گفتن تسلیت به سمت پدر و مادر دین رفتند و در آنجا اریک از دانایی، علم و اخلاق خوب دین گفت و از صمیم قلب از خداوند خواست تا به آنها توان تحمل غم از دست دادن فرزندشان را بدهد. بچه ها از روز بعد با جدیت شروع به انجام آزمایش به روی گل ها کردند. اریک بچه ها را به سه گروه تقسیم کرد. گروه آزمایش شماره یک، آنیتا، آرمیتا، آیدا و جنیفر. جنیفر تقریبا آزمایش هایش را روی حل از اونها به اتمام رسانده بود. این گروه قرار شد که روی ساقه و برگ گل ها کار کنند و دنبال ماده ضد سم و سایر خواص آن بگردند. گروه آزمایش شماره ی دو، جیت، راکی، فلور و اریک که قرار شد شروع به مطالعه و تحقیق روی گیاهانی کنند که در شرایط مختلف جوی گذاشته بودند. آنها هر جعبه را به دستگاهی مخصوص وصل کردند که با آن می توانستند وضعیت و امواج مخصوصی که گلها می فرستند را درج کند و بدین ترتیب دائما گلها را تحت نظر داشته باشند. گروه آزمایش شماره 3 جک، امیر، ریکی و جان این گروه هم برای آزمایش روی ریشه گلها انتخاب شدند و قرار شد دنبال ماده ضد سمی در آنها بگردند. گروه ها با جدیت تمام کارهایشان را شروع کردند. وقت زیادی نداشتند و به خاطر این پایان نامهشان حتی قربانی هم داده بودند و برایشان خیلی مهم بود که به نتیجه برسند. سه روز گذشت. بچه ها روی تک تک اجزای گلها کار کردند. گروه دوم تا به حال دو دسته از گلها را از دست داده بودند. گلهای گروه سوم و چهارم از بین رفته ولی گلهای گروه اول و دوم هنوز شاداب بودند. ظاهرا خاک سیاره یوردیرین برای رشد گل نامناسب بود. گلهایی هم که طبق توصیه ی آنیتا در جعبه پنجم گذاشته بودند و محتوی هوای ریتال و خاک اوپاکس بودند، شکلشان تغییر کرده و به رنگ دیگری درآمده بودند و اندازهشان هم به طرز عجیبی بزرگتر شده بود. بچه ها یکی از این گلها را هم برای انجام آزمایش انتخاب کردند و قرار شد گروه اول روی آن کار کنند. از طرفی اریک دائما با آزمایشگاه پایگاه در ارتباط بود. دانشمندان پایگاه مشغول انجام آزمایش های مختلفی به روی آن موجود قول پیکر بوده و به نتایجی هم رسیده بودند. این موجود از نظر ساختار بدنی به موجودات بومی این سیاره خیلی نزدیک بود و نتیجتا داروی بیهوشی روی آن به نظر موثر می آمد. وقتی اریک متوجه این مطلب شد، چندین کپسول بیهوش کننده برای سفینه تهیه کرد و برای احتیاط یکی از توفنگ های دامپزشکان آن پایگاه را قرض گرفت و منتظر شد که وقت مناسب برسد. روز چهارم بالاخره در نیمه های شب بعد از تلاش بیوقفه و شبانه روزی آنیتا و گروهش توانستند به ماده دست پیدا کنند که طبق الگوی کامپیوتر دارای خاصیت ضد سمی بود بچه ها با خوشحالی از آزمایشگاه بیرون دویدند تا به سایرین هم این خبر خوش را بدهند همه از این خبر خیلی خوشحال شدند و لبخندی که از روی چهره ها رخت بسته بود برای مدتی کوتاه به آنها برگشت پس از آن همگی که دیگر از خستگی چشمانشان جایی را نمیدید برای خوابیدن به اتاقهایشان رفتند. اریک از دوستانش خواست تا قبل از خواب در اتاق آنیتا دور هم جمع شوند. آیدا، آرمیتا و جان چند دقیقه بعد در اتاق آنیتا بودند و مشتاق شنیدن حرفهای اریک. اریک گفت بچه ها فکر می کنم موقع سفر در زمان فرا رسیده است. بعد از جیبش شیشه ای در و به آنیتا داد. شیشه درست مانند شیشه ای بود که فرمانده ای کی جا به آنها داده بود تا جک را درمان کنند. آنیتا با تحیر پرسید، اریک این را از کجا آوردی؟ اریک لبخندی زد و گفت، شبی که دین کشته شد، من در زمان سفر کردم. وقتی به زمانی که در سیاره جاسیکا بودیم رسیدم شیشه دارو را هم با خودم آوردم البته مطمئن نبودم که بعد از برگشتنم باز همان را ببینم اما خوشبختانه همانطور که میبینید شیشه اینجاست جان سری تکان داد و گفت برای همین خانم گفت تا چند روز دیگر نمیتوانی از این دستگاه استفاده کنی اریک سری تکان داد و گفت فکر میکنم آیدا گفت خب حالا این شیشه را چرا به ما میدهی ما که خودمان ماده را پیدا کردیم اریک گفت البته باید حتما خودمانان را پیدا می کردیم تا مسابقه عادلانه باشد آنیتا گفت خب حالا با این شیشه باید چکار کنیم اریک گفت فردا دوباره می توانیم از دستگاه استفاده کنیم و زمان را به عقب ببریم بیایید امشب نمونه ها را با هم بررسی کنیم اگر مثل هم بودند یعنی موفق شده ایم و می توانیم با خیال راحت به گذشته سفر کنیم همه قبول کردند و آرام به سمت آزمایشگاه به راه افتادند. خوشبختانه هر دو ماده مثل هم بودند. اریک از بچه ها خواست که به اتاقشان برگردند و آماده شوند. صبح وقتی آنیتا از خواب بیدار شد، آرمیتا و آیدا در اتاقش بودند. همه به هم صبح به گفتند و لباسشان را پوشیده و به سالن غذاخوری رفتند. آنجا همه بچه ها را سرحال و خندان دیدند. جید و راکی با آمدن آنیتا معذب شدند و با حالتی مخصوص او را نگاه کردند. چندی بعد دین هم وارد شد و به همه صبح خیر گفت. آنیتا، آیدا و آرمیتا به هم نگاه کرده لبخند زدند. به همان روز حادثه برگشته بودند. صبح دقیقا همه چیز مثل همان روز قبل از سفر زمانی گذشت و حل از اونها را پیدا کردند. اما این بار ظهر که برگشتند اریک چنین گفت. خب بچه ها خوشبختانه حل از اونها پیدا شدند و ما دیگر از بابت گزارش خیالمان راحت شده. پس بهتر از اصر فقط یک گروه برای پیدا کردن گل رفته و سایرین هم برای کار روی حل از اونها به جنیفر کمک کنند. آیا موافقید؟ بچه ها هم که همگی خسته بودند با خوشحالی از این پیشنهاد استقبال کردند. اریک گفت اصر من جان آرمیتا آنیتا و آیدا برای پیدا کردن گل می رویم. سپس رو به امیر و جک کرد و گفت شما هم در اتاق هدایت بمانید تا ما بتوانیم با شما در ارتباط باشیم و اگر برایمان مشکلی پیش آمد به شما خبر دهیم تا درخواست کمک کنید. امیر و جک موافقت کردند. بچه ها بعد از پوشیدن لباس های فضانوردیشان سوار سفینه شدند. سفینه چهار نفره بود و باید در دو نوبت می رفتند. اریک هدایت سفینه را به دست آنیتا سپرد و اول خودش و جان سوار سفینه شده و در محل مورد نظرشان پیاده شدند. سپس آنیتا دنبال آیدا و آرمیتا رفت. وقتی همه به محل مورد نظر رسیدند سفینه را ناپدید کردند و خودشان به آرامی در منطقه نزدیک دریاچه پشت سنگی پناه گرفتند و منتظر شدند. اریک به هر کدام از بچه ها یک سلاح محتوی ماده بیوش کننده ی داد. آرمیتا با حیرت گفت، اریک تو این سلاح ها را هم در سفر زمان با خودت آورده ای؟ اریک گفت، البته مگر یادت نیست که خانم گفت در سفر زمان چیزی را جا نگذاریم. آنیتا سری تکان داد و تایید کرد. یک ساعت گذشت. از قولها خبری نبود. موقعیت سختی بود. قلب بچه ها به شدت میزد با اینکه آمادگی کامل داشتند ولی وقتی یاد آن موجودات وحشتناک میافتادند تنشان میلرزید. هنوز بیشتر شبها کابوس منظره وحشتناک خورده شدن دین را میدیدند. اریک گفت: زمانی که قول مرا گرفت فقط یکی بود و قول دیگر در غار نبود و کمی بعد از راه رسید پس باید ابتدا منتظر اولی میشدند. او را بیهوش می کردند و سپس به قار می رفتند تا قول دوم را بگیرند. اما متاسفانه نقشه به این صورت پیش نرفت. به جای اینکه آنها در کمین قول ها باشند، قول آنها را دیده و بدون اینکه متوجه شوند، آرام به سمتشان آمده بود و یک دفعه با یک دستش جان و آرمیتا را به هوا بلند کرد. آرمیتا و جان در حالی که در دستان قول اسیر شده بودند شروع به فریاد کشیدن کردند. جان همینطور که در دستان قول تکان میخورد با تمام قدرت سلاحش را آزاد کرد و چشمان قول را نشانه گرفت و شلیک کرد. قول فریاد وحشتناکی کشید و آنها را به زمین پرت کرد و با دستانش چشمش را گرفت. در همین زمان اریک و آنیتا با تفنگ‌هایشان به پاهای او شلیک کردند ولی ظاهرا تیرهای محتوی ماده بیوش کننده تأثیری روی غول نداشتند و اتفاقی نیفتاد و فقط با صدای داد و فریادش قول دیگر از غار پشت آبشار بیرون آمد و به آنها حمله کرد. اری که وضعیت را بسیار خطرناک دید با داد به بچه ها گفت که همگی با هم به او شلیک کنند. بچه ها هم چهار نفری به قولی که در حال دویدن به سمتشان بود شلیک کردند. قول با صدای مهیبی روی زمین افتاد. قول دیگر که مدتی مبهوت مانده بود به خود آمد و با خشم بسیار زیاد به آنها حمله کرد. جان میخواست به او شلیک کند اما آنیتا داد زد جان ما او را زنده میخواهیم و خودش دوباره تیری محتوی ماده بیهوش کننده به قول زد. در همان زمان آرمیتا و آیدا و اریک نیز همگی به او تیر بیهوش کننده شلی کردند و بالاخره قول به زمین افتاد. اریک ساعت را نگاه کرد. ساعت پنج بعد از ظهر بود. با امیر تماس گرفت و آدرس موقعیتشان را داد و از او خواست که از فرمانده پایگاه یک سفینه بزرگ و یک تور مخصوص حمله اجسام بزرگ درخواست کند و به آنها اطلاع دهد که عجله کنند چون موجود قول پیکری را که بیهوش کرده اند هر آن ممکن است بهوش بیاید. بعد از تماس با امیر، بچه ها با سرعت رمز پیدای اجسام را خوانده و سفینه را ظاهر کردند. جعبه های گل را در وردند و به سمت قار دویدند. با سرعت هرچه بیشتر تا جایی که می توانستند، گل ها را با ریشه و بدون ریشه چیدند و در محفظه گل گذاشتند و کنار قول برگشته و منتظر آمدن سفینه شدند. چند دقیقه بعد سفینه از راه رسید. فرمانده خود نیز آمده بود. وقتی آن دو قول را دید، با حیرت به بچه ها نگاه کرد. باورش نمیشد که این چند بچه توانستند حریف موجودات به این وحشتناکی شوند. جانورانی که تا به حال جان بسیاری از انسانها و سایر موجودات سیاره را گرفته بودند. فرمانده دستور داد قول زنده را محکم ببندند و سپس درون تور بگذارند. در این فاصله، همراه بچه ها به قار محل زندگی قول ها رفت تا آنجا را بررسی کند. در راه از اریک علت حضورشان در این منطقه را پرسید و اریک توضیح داد که برای کار پایان یا آخر سالشان دنبال گلی مخصوص می گشتند. فرمانده که از آنچه در قار دیده بود بحت زده و متاثر شده بود، سری تکان داد و گفت شما خیلی شانس آوردید. باید بدانید که با کارتان خدمت بزرگی به مردم این سیاره کرده اید و حتما از شما قدردانی می شود. سپس به اتفاق قار را که پر از های حیوانات مختلف و اسکلت چندین انسان بود، ترک کردند. بچه ها از فرمانده و سربازانش تشکر و خداحافظی کرده و به سمت سفینه خودشان رفتند. سفینه فرمانده خیلی سریع به هوا بلند شد تا هرچه زودتر آن موجود را به جایی امن ببرد. اریک ابتدا آنیتا و آیدا را به سفینه اصلی برگرداند. سپس به دنبال آرمیتا و جان آمد. در این فاصله آرمیتا نمونه خون و مو و پوست و عضله قول مرده را برای انجام آزمایش‌هایشان تهیه کرد و در جعبهای مخصوص گذاشت. وقتی بچه ها به سفینه رسیدند، دوستانشان به افتخار کاری که انجام داده بودند و پیدا کردن گل جشن گرفتند. آنیتا یاد همان روز و تاریخ پیش از سفر زمانی افتاد. یادش آمد که همه چه حال بدی داشتند و از ته دل خدا را شکر کرد. شب بسیار خوبی را گذراندند و به همه خیلی خوش گذشت. آن شب دین به دلیلی که اصلا نمیدانست چیست دائما مورد توجه و لطف اریک و دوستانش قرار می گرفت. با تعجب رفتار آنها را زیر نظر گرفته بود و علت آن را درک نمیکرد. آن شب آرمیتا، آیدا و آنیتا با هم خوابیدند و تا نیمه شب با هم در مورد اتفاقاتی که افتاده بود صحبت کردند. روز بعد وقتی طبق معمول برای کلاس های پروفسور هاست به پایگاه رفتند، آنجا را متحول دیدند. روی تلویزیون تبلیغاتی کنار میدان بزرگ نوشته شده بود فردا در سالن مراسم و تشریفات ریتال به خاطر قدردانی از تعدادی از دانشجویان دانشگاه اسکای مراسمی برگزار می شود. بچه ها با تعجب به هم نگاه کردند. وقتی که به سفینهشان ایشان برگشتند، سانتی تعدادی کارت دعوت به اریک داد که داخل آن چنین نوشته بود. به نام هستی بخش، ضمن قدردانی و سپاس از خدمات شما در اسیر کردن یکی از خطرناکترین موجودات سیاره ریتال بدین وسیله از شما دعوت می گردد که در مراسمی که به همین منظور ترتیب داده شده شرکت کنید. فرمانده پایگاه نظامی ریتال قسمت شانزدهم پایان سفر با دیدن دعوت نامه بچه ها به هم نگاه کردند. درست در همان سالن، همان روز و همان ساعتی که مراسم ختم دین برگزار شده بود، قرار بود جشنی گرفته شود. در زمان نهار، شور و شوق خاصی در اتاق غذاخوری برپا بود. اریک و دوستانش از اینکه همه چیز به خیر گذشته و عالی پیش رفته، خوشحال بودند. آنیتا، آیدا و آرمیتا هر چند دقیقه یک بار دین را نگاه می کردند و به او لبخند می زدند و اریکو جان هم حسابی هوایش را داشتند. دین که معنی این تغییر رفتار را نمی فهمید حسابی گیج شده بود. عصر قرار شد همه ساعت پنج و نیم کنار در خروجی سفینه باشند. همگی بهترین لباسهایشان را پوشیدند و سر ساعت در محل قرار حاضر شده و به سمت سالن به راه افتادند. سالن به طرزی بسیار زیبا تزئین شده بود. انواع و اقسام غذاها، دسرها و نوشیدنی های مختلف روی میزهای گلکاری شده به چشم میخورد. ارکستری هم آنجا بود که موسیقی بسیار زیبایی می نواخت. بچه ها اگر مطمئن نبودند که این سالن همان محلی است که برای دین مراسم گرفته شده، فکر می کردند که حتما اشتباه آمدند. آنجا کاملا متفاوت شده بود. در ابتدای جشن فرمانده به پشت تریبون رفت و سخنرانی بسیار زیبا و نسبتا طولانی در مورد تاریخچه پایگاه نمود و در نهایت سخنانش را به اینجا رساند که از جمله اتفاقات مهمی که جدیدان در این پایگاه افتاده اسیر شدن یکی از خطرناکترین موجودات سیاره ریتال توسط تعدادی از دانشجویان شجاع دانشگاه اسکای است و این جشن هم به همین مناسبت برگزار شده است سپس ادامه داد امشب می از این دانشجویان تقدیر و قدردانی کنیم. بعد نام اریک، آرمیتا، آیدا، آنیتا و جان را صدا کرد و به هر کدام یک مدال افتخار و یک ماکت از سیاره ریتال داد. سپس همه هزار به بچه ها تبریک گفتند. در این میان پروفسور هاس از همه خوشحال تر به نظر می رسید. او واقعا به دانشجویانش علاقه خاصی پیدا کرده بود و به قدری خوشحال بود که انگار خودش مدال افتخار گرفته است. او به سمت اریک جان، آرمیتا، آیدا و آنیتا که دور هم ایستاده بودند و نمیدانستند که چه کار کنند آمد و به قدری صمیمانه به آنها تبریک گفت که همگی از خجالت سرخ شدند. آنیتا تشکر کرد و گفت پروفسور شما خیلی لطف دارید ولی ما کار مهمی نکردیم. پروفسور خندید و گفت خیلی هم کار مهمی کرده اید اما می دانید چه چیزی از آن هم بهتر است اینکه که شما گلها را پیدا کردید اصل کار وقتی است که شما بتوانید ماده پادزه را کشف کنید در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات پزشکان منظومه بست مسمومیت هایی است که از طریق بعضی از موجودات فضایی سمی ایجاد می شود و هر سال تعداد زیادی کشته می دهد من موفقیت را در شما می بینم. اریک و سایرین از پروفسور تشکر کردند. پروفسور که در پوستش نمی گنجید سری تکان داد و به سمت سایر همکارانش راه افتاد. آنیتا با احساسی که نمیدانست چیست گفت بچه ها من احساس عذاب وجدان دارم. اگر ما دستگاه زمان را نداشتیم الان در این جایگاه نبودیم. اریک سری تکان داد و گفت چه جالب من هم داشتم به همین فکر می کردم. آیدا ابروهایش را بالا برد و گفت خدای من مثل اینکه یادتان رفته دیروز نزدیک بود همگی کشته شویم جان گفت دقیقا حالا لطفا بیایید عذاب وجدان را کنار بگذاریم و امشب را خوش بگذرانیم این چند وقت خیلی قصه خوردیم و عذاب کشیده ایم آن شب روی هم رفته شب بسیار خوبی بود و به همه بچه ها خیلی خوش گذشت هر دو گروه رقابت را کنار گذاشته و با صمیمیت با هم وقت گذراندند آن شب حتی دانیال هم به بچه ها تبریک گفت و اعتراف کرد که در موردشان اشتباه کرده است. آنیتا که در مراسم خاکسپاری دین از حالات الیسا به علاقه قلبی او پی برده بود، از دین خواست که به الیسا پیشنهاد رقص بدهد. دین با تعجب به او نگاه کرد و از خجالت سرخ شد. متحیر مانده بود که چطور آنیتا به احساسات او پی برده است. باورش نمیشد که الیسا پیشنهاد او را قبول کند. ولی آنیتا اصرار کرد. بالاخره دین بر ترسش غلبه کرد و به الیسا پیشنهاد رقص داد و در کمال ناباوری الیسا با خوشحالی دعوت او را پذیرفت. در طول شب آنیتا از چهره الیسا و دین و شادی آنها احساس خیلی خوب و خوشایندی داشت. شب تا دیر وقت همه در پایگاه بودند و به همین علت پروفسور کلاس صبحشان را کنسل کرد و اریک به بچه ها گفت که فردا بعد از صبحانه همگی برای هماهنگی پروژه به اتاق هدایت بیایند. جلسه درست مثل زمان گذشته طبق همان گروه بندی انجام شد و بچه ها با اینکه کاملا مراحل کاری و چگونگی رسیدن به نتیجه را می دانستند اما گذاشتند که تمام مراحل مثل سری قبل طی شود. با اینکه برایشان کمی سخت بود ولی همانطور که دفعه قبل تا نیمه های شب بیدار می ماندند و آزمایش می کردند، همان کارها را انجام دادند و بالاخره هم مثل سری قبل به نتیجه رسیدند. ماده را روی چند مسمومیت مهلک امتحان کردند و نتیجه ای فوق گرفتند. بعد از اتمام کار پایان ایشان را با کمک یکدیگر نوشتند. جنیفر مقاله و تحقیقی که در مورد حل از اونها نوشته بود به آن زمینه کرد. سپس از پایان نامه سه نسخه اضافه تهیه کردند. یکی از نسخه های آن را به استادشان دادند و دو نسخه دیگر را یکی برای ارائه به دانشگاه و دیگری را به پیشنهاد پروفسور هاست برای اداره مخترعین و مکتشفین کهکشان نیو آماده کردند. بچه ها شب آخر را با استادشان پروفسور هاست در سفینه گذراندند و روز بعد ساعت هفت صبح سفرشان را به سمت یوردیریم آغاز کردند. در طول دو روز بازگشتشان در سفینه اتفاق خاصی نیفتاد. بچه ها از اینکه محیط دوستانشان را ترک می کردند، ناراحت بودند. در طول سفر خیلی به یکدیگر عادت کرده بودند. شب آخر فضای سفینه خیلی ساکت و دلگیر شده بود. جک در این مدت به دیدن آنیتا عادت کرده بود، بیشتر از همه غمگین مینمود. آیدا و جان برای عوض شدن حال و هوای بچه ها در شب آخر، ترتیب یک مهمانی را دادند. با گذاشتن موسیقی فضای حاکم عوض شد و زمانی که به نزدیک سیاره یوردیریم رسیدند همگی شاد و پر انرژی بودند درست دو ساعت دوازده شب به سیاره یوردیریم رسیدند چندتایی سفینه که قبل از آنها رسیده بودند در محوطه مخصوص به چشم خوردند بچه های گروه محققین و رهبری با یکدیگر حافظی کرده و قرار گذاشتند که هر چند وقت یک بار همدیگر را ببینند. شب آنیتا، آیدا و آرمیتا تا دیر وقت با هم صحبت کردند و هوا تقریبا روشن شده بود که بالاخره خوابشان برد. قسمت هفته زاک ها تقریبا نزدیک ظهر بود که بچه ها با صدای زنگ پیجرهایشان از خواب بیدار شدند. آنیتا زودتر از سایرین جواب داد. اریک بود و می گفت که دو ساعت است که منتظرشان است. آنیتا با او برای نیم ساعت بعد در کلبه قرار گذاشت. برای ارائه گزارش کار تحقیقاتیشان فقط یک روز وقت داشتند و میخواستند آن روز را با هم و در کلبه بگذرانند. آیدا و آرمیتا هم از جا بلند شده و همراه آنیتا آماده ی رفتن به کلبه شدند. در ایستگاه سفینه ها بچه ها و جان را دیدند و در نتیجه با هم سواره یک سفینه شدند. زمانی که به کل رسیدند بابی به قدری اظهار خوشحالی کرد که بچه ها تحت تاثیر قرار گرفتند. او برایشان صبحانه ی مفصلی آماده کرد و در زمان سر و آن یک سر حرف زد. در بین حرفهایشان بچه ها متوجه شدند که زمانی که آنها مسافرت بودند او فیلم جالبی ضبط کرده است. پس خیلی زود ایشان را خوردند تا هرچه زودتر فیلم دوربین های امنیتی را ببینند. فیلم مربوط به شب بعد از سفر بچه ها بود. دوباره سفینه به همان محل آمد و یک زاگ از آن پیاده شد. فردی که سر تا پایش را پوشانده بود با ناراحتی به زاگ گفت که نقشه شکست خورده و قبل از سفر همه سفینه ها دوباره چک شده و در نتیجه افراد مورد نظر همچنان زنده می‌باشند. زا که معلوم بود خیلی عصبانی شده به فرد سیاه پوش گفت خودت باید این خبر را به رئیس بدهی من جرأت گفتن این خبر را ندارم. سپس با عصبانیت بازوی فرد سیاه پوش را گرفت و او را سوار سفینه کرد و سفینه به هوا بلند شد. البته تمام محاورات به زبان دیگری بود و بچه ها با دستگاه مترجمی که از پاساژ هر آنچه شما بخواهید تهیه کرده و به روی دستگاه هایشان نصب کرده بودند توانستند مطالب فوق را بفهمند. همه به هم نگاه کردند. آنیتا یاد تصاویری که خانم زیبا در گوی نشانش داده بود و آن صدای آشنا افتاد. پس رو به سایرین کرد و گفت: بچه ها مدتی است که از خانم زیبا بیخبریم، آیا موافقید به گوی من سری بزنیم؟ آیدا گفت من هم میخواستم همین پیشنهاد را بکنم. آنیتا به سایرین نگاه کرد و همه سر را به علامت تایید تکان دادند. پس آنیتا گوی را از کیف مخصوصش درآورد و همه دور گوی نشستند. در همین موقع بابی از آشپزخانه به سالن آمد و گفت آه چه توپ شیشه‌ای قشنگی آنیتا با تعجب بابی را نگاه کرد و گفت بابی تو این گوی را میبینی؟ بابی گفت البته که میبینم این یک توپ شیشه است. بچه ها به هم نگاه کردند. آیا افسون قیب شدگی روی روبات ها اثر ندارد؟ جان گفت بچه ها متوجه شدید؟ این علامت خوبی نیست. یعنی اینکه موجودات دیگر هم ممکن است مثل بابی کلبه و سایر چیزهایی که ما مخفی کرده این ببینند. آنیتا گفت شاید بابی به خاطر اینکه خیلی به ما نزدیک است میتواند آن را ببیند و ما همگی قلبا از اینکه او راز ما را بداند راضی هستیم اریک گفت برای فهمیدن این مطلب یک راه وجود دارد باید روی یک چیز دیگر دوباره امتحان کنیم بعد بلند شد و به اتاقش رفت مدت کوتاهی بعد برگشت از بابی پرسید بابی اگر گفتی در دستان من چیست بچه ها در دستانش چیزی نمیدیدند ولی بابی گفت اریک این سوال چیست خب معلوم است که این کتاب است اریک با ناراحتی سری تکان داد و کتابی در دست اریک مرعی شد آرمیتا گفت بچه ها این مسئله خیلی مهم است بیایید از خانم زیبا کمک بگیریم همه دور گوی نشستند و آنیتا سعی کرد با خانم زیبا تماس بگیرد و وقتی گوی داغ و نورانی شد آن را روی زمین گذاشت. تصویر خانم زیبا روی گوی ظاهر شد. لبخند زنان به بچه ها سلام کرد و گفت بچه ها به شما تبریک می گویم. کارتان فوقلاده بود. بچه ها هم همه سلام و تشکر کردند. خانم زیبا گفت ولی از این به بعد باید خیلی بیشتر مواظب باشید چون دشمنانتان زخمی شده اند و برای گرفتن انتقام موثرتر می باشند. آنیتا گفت آیا ممکن است که دوباره ملاقات رئیس زاک ها را با آن انسان خیانت کار نشان دهید؟ آیا ممکن است که دوباره ملاقات رئیس زاک ها را با آن انسان خیانت نشان دهید؟ خانم زیبا گفت: منظورت ملاقات جدیدشان است؟ آنیتا گفت: اگر جدید باشد بهتر است اما اگر نمی شود همان ملاقات دفعه قبل هم خوب است. خانم زیبا ابروهایش را بالا برد و پرسید: چه شده است؟ چرا دوباره می خواهی آن را ببینی؟ آنیتا گفت صدای آن فرد من فکر می کنم صدای او را می شناسم. بچه ها که از این موضوع چیزی نمی دانستند با تعجب به هم نگاه کردند. خانم گفت خب متاسفانه فیلم قبل چون دیگر اتفاق نیفتاده وجود ندارد و من فقط می توانم فیلم جدید را به شما نشان دهم. آنیتا با حیرت گفت یعنی با برگشت زمان به عقب فیلم شما هم از بین رفت؟ خانم زیبا گفت دقیقا چونان ماجرا در این زمان اصلا اتفاق نیفتاده که بشود فیلم آن را دید. خب حالا نگاه کنید. ابتدا اتاقی دیدند که احتمالا همان اتاق دفعه قبل بود. دیوارهای سبز و میزی که روبروی دوربین قرار داشت و زای رئیس پشت صندلی نشسته بود و سرش پایین بود و مشغول مطالعه یک کاغذ بود. چندی بعد یک زاگ دیگر وارد شد که بازوی یک فرد سیاه پوش را محکم گرفته بود. آنها پشتشان به دوربین بود. زاگ رئیس سرش را بلند کرد و زاگ دیگر بازوی فرد را رها کرده و به رئیسش احترام گذاشت. رئیس سری تکان داد و گفت تو دیگر می توانی بروی ما را تنها بگذار. زاگ دوباره ادای احترام کرد و از در بیرون رفت. زاگ رئیس که معلوم بود خیلی عصبانی است با نگاهی ترسناک آن فرد را نگاه کرد و گفت تو که گفته بودی همه چیز به خوبی انجام می شود. پس چه شد؟ فرد سیاه پوش سر را پایین انداخت و گفت درست چند ساعت مانده به پرواز گروهی بدون هماهنگی قبلی وارد سالن پرواز شدند و همه سفینه ها را دوباره چک کردند. این اتفاق در عرض این سالها بی سابقه بود. زا گفت یعنی فکر می کنی که کسی به آنها خبر داده؟ مرد سیاپوش سرش را بالا آورد و گفت فکر نمی کنم. آنها همه سفینه ها را بررسی کردند و نمی دانستند که دنبال چه چیزی باید بگردند و حتی پی به خرابی سفینه نبردند. فقط چون دستگاه های هدایت سفینه ها را ریست کردند تمام نقشه های ما نقشه براب شد. زاگ گفت خب حالا چه برنامه ای دارید؟ مرد سیاپوش گفت قربان من سعی خودم را می کنم تا عاملی نفوذی به گروهشان وارد کنم یا حتی اگر بشود خودم دست به کار شوم آنقدر تلاش می کنم تا بالاخره بتوانم او و دوستانش را از صفحه روزگار محو کنم زاک سری تکان داد و به او علامت داد که از اتاق بیرون رود سپس فرد به زاک ادای احترام کرد و از اتاق خارج شد تمام فیلم زیر نویس داشت و مثل فیلم قبلی با خواندن نوشته ها میشد فهمید که آنها به هم چه میگویند بعد از فیلم همه به هم نگاه کردند. آنیتا به بچه ها نگاه کرد و گفت شنیدید تا ما را از بین نبرند دست از کار نمی کشند. آیدا با حیرت گفت ولی چرا؟ ما که به آنها کاری نداریم. آنیتا سر را پایین انداخت و دیگر چیزی نگفت. اریک گفت بچه ها نترسید تا حالا که ما شکستشان دادیم از این به بعد هم می دهیم. خانم زیبا که بعد از اتمام فیلم دوباره روی گوی ظاهر شده بود گفت دقیقا حق با اریک است شما نباید بترسید ولی در عین حال باید خیلی هم مواظب باشید آنیتا گفت من مطمئنم که صدای این فرد را میشناسم نمی شود در شناخت او به ما کمک کنید خانم زیبا گفت من میدانم او چه کسی است اما اجازه ندارم که نامش را بگویم من فقط در مواردی خاص آن هم تا حدودی میتوانم به شما کمک کنم و آگاهی دهم جان گفت از این مطلب که بگذریم مورد دیگری هم هست که باید از شما کمک بگیریم. همانطور که می دانید، ما افسونی از گذشتگان یاد گرفتیم که با آن می توانیم اجسام را از چشم دیگران مخفی کنیم. اما امروز متوجه شدیم که این افسون برای روبات ها عمل نمی کند. این مسئله باعث می شود که کلبه ما در معرض خطر قرار بگیرد. آیا راه حلی برای آن سراغ دارید؟ خانم زیبا گفت، این افسون فقط برای بعضی از موجودات کار می کند. شما باید به کتاب تکمیلی دست پیدا کنید و هرچه زودتر رمز آن را روی خانه و سایر چیزهای مهم بخوانید. آنیتا گفت این کتاب کجاست؟ خانم زیبا گفت همان جایی که آنیتا گوی را پیدا کرد. در همان بازار. نام کتاب گذشتگان نیتان است. باید روز بعد از دفاع از کار تحقیقاتیتان به بازار محصولات فضایی بروید و زودتر کتاب را تهیه کنید. راستی، مطلب مهمی است که باید به شما بگویم. خیلی مهم پس دقت کنید دستگاه زمان شما همه مرک ها را نمیتواند برگرداند مرک هایی هستند که مرگ حتمی می باشند و مقرر شده که فردی در زمان خاصی بمیرد شما نمی توانید آن را با تغییر زمان تغییر دهید. کلا این دستگاه برای موارد خاصی به شما داده شده است. سعی کنید از آن در کار مرگ و و سایر مطالبی که به شما مربوط نیست دخالت نکنید. در ضمن با این دستگاه نمی توانید جلوی حمله ای که سالیان پیش سارسارها به زمین کردند را بگیرید. اریکین فکر را از سرت بیرون کن. گذشته گذشته است. شما فرصت دارید که آینده را بسازید. پس برای ساختن آینده از آن استفاده کنید. در صورت استفاده نابجا دستگاه را از دست می دهید. آیا کاملا متوجه شدید؟ اریک و سایرین سرتکان دادند. خانم زیبا ادامه داد. پس روز بعد از دفاعی حتما برای پیدا کردن کتاب بروید. خب بچه ها من دیگر باید بروم. خداحافظ و موفق باشید. بچه ها هم همه گی خداحافظی کردند و گوی خاموش شد. اریک به فکر فرو رفت. خیلی عجیب بود. او در مورد فکری که داشت با کسی صحبت نکرده بود. این خانم از کجا می دانست؟ او چه کسی بود که حتی از فکرهای آنها نیز با خبر بود؟ آرمیتا که متوجه شده بود که بعد از صحبت خانم اریک حسابی به فکر فرو رفته گفت اریک تو واقعا میخواستی با عقب بردن زمان از حمله سارسارها جلوگیری کنی؟ اریک سرش را تکان داد و گفت من چند روز بود که دائما به این موضوع فکر می کردم. ولی آن را به هیچ کس نگفتم. نمیدانم این خانم از کجا می دانست. آنیتا گفت بچه ها صدای مرد سیاه به نظر شما آشنا نیامد. جان گفت میدانی تون صدایش به نظرم آشنا بود ولی چون به زبان زاک ها حرف میزد نتوانستم آن را به خوبی بشناسم. آیدا گفت من هم همینطور صدا برایم خیلی آشنا بود ولی نمیدانم که صدای چه کسی بود. آنیتا گفت: حالا بیایید فعلا به کارهایمان برسیم. بعد از ظهر باید به دانشگاه برگشته و روی پایان نامه کار کنیم. قسمت دعوت به سیاره اوپاکس آن روز صبح بچه ها زودتر از همیشه بیدار شدند. با اینکه تمام روز قبل را روی موضوع تحقیقاتیشان کار و تمرین کرده بودند ولی باز هم نگران بودند. چند دقیقه قبل از ساعت هفته صبح همگی به سالن کنفرانس رفتند. آن روز علاوه بر دانشجویان دانشگاه اسکای کلیه استادان، استاد مشاورها، والدین تعدادی از دانشجویان و رئیس جمهور و خانوادهش در سالن حضور داشتند. از طرفی گروهی نماینده نیز از طرف اداره مخترعین و مکتشفین کهکشان نیو آمده بودند که اتفاقی نسبتاً نادر بود و بچه ها امیدوار بودند که حضور این نمایندگان به خاطر کار تحقیقاتی آنها باشد. ترتیب برنامه دفاعی ها بر طبق برگشتن بچه ها از سفرشان به دانشگاه مرتب شده بود. نوبت گزارش گروه آنها ساعت 11 صبح بود و قرار بود اریک آن را ارائه دهد. اولین دفاعیه مربوط به یکی از گروه های سال دومی بود. آنها از خاک سیاره اوپاکس ماده خاص استخراج کرده و با تغییراتی که رویش انجام داده بودند، یک کود شیمیایی درست کرده که با کمک آن میشد رشد گیاهان را تا هفت برابر افزایش داد. دومین گروه دانیال و دوستانش بودند. آنها روی یکی از نرمتنان سیاره ریتال کار کرده و توانسته بودند با دستگاری ژنتیکی موجودی جدید درست کنند. کارشان بسیار جالب توجه بود. پس از آن نوبت به گروه اریکو و دوستانش رسید. اریک تمام مراحل آزمایش هایشان و چگونگی رسیدن به نتیجه و همچنین اثرات ماده را که کشف کرده بودند توضیح داد. و از خطرهایی که برای انجام این کار متحمل شده بودند چیزی نگفت. بعد از آن گروه های دیگر کارهایشان را ارائه دادند تا اینکه بالاخره در ساعت یک برای خوردن ناهار یک ساعت استراحت اعلام شد. بچه ها که از دیدن استاد مشاورشان خیلی خوشحال شده بودند همگی دور پروفسور هاست جمع شدند. در این هنگام پروفسور کلین و پروفسور بلهم به سمت او آمدند و همگی با هم سلام و احوال پرسی گرمی کردند. پروفسور هاس به پروفسور کلین به خاطر داشتن چنین دانشجویانی تبریک گفت و وی هم سرش را به علامت تشکر تکان داد و رو به بچه ها کرد و گفت بچه ها کارتان عالی یا بهتر بگویم فوق عالی بود من به شما افتخار می کنم شما توانستید طرحی فوق و نوع ارائه دهید از طرفی با پادزهری که کشف کرده اید در آینده باعث نجات جان انسانهای بیشماری می شبید. آفرین. با شنیدن این تعاریف و تمجیدها از زبان پروفسور کلین بچه ها چنان انرژی گرفتند که تا آخر شب حسابی شاد و پر انرژی شدند. بعد از نهار جلسه دفاعی تا ساعت شش عصر ادامه داشت. نتیجه جلسه و انتخاب گروه برتر روز بعد اعلام می شد. پس بچه های گروه همگی به پیشنهاد اریک در سالن نشیمن جمع شدند و به یاد سفینه جشن گرفتند. روز بعد ساعت هشت صبح با هم در سلف قرار گذاشتند. آنها میخواستند پس از صبحانه به پیشنهاد خانم زیبای گوی برای یافتن کتاب بروند. آنیتا در تمام مدت صبحانه به فکر دیوید بود. دلش برای او تنگ شده و نمیدانست چرا دیوید در جلسه ی روز قبل حضور نداشت. در دل از اینکه دیوید به دیدنش نیامده بود دلگیر بود اما دائما خود را دلداری میداد که حتما علت مهمی باعث شده که او نیاید شاید اصلا دیوید در مأموریت است با نگاهی امیدوار همه جا را نگاه می کرد تا شاید او را ملاقات کند بعد از خوردن صبحانه بچه ها به ایستگاه سفینه ها رفته و سوار سفینه ای شدند اریک گفت بازار محصولات فضایی و به بچه ها اشاره کرد که به سرعت شنل هایی که تمام بدن و سر و بیشتر صورتشان را می پوشاند بتن کنند. وقتی به بازار رسیدند هیچ کس نمی توانست آنها را شناسایی کند. پس به سمت بازار شروع به حرکت کردند. در جاده که از فاصله ایستگاه سفینه تا بازار وجود داشت مثل دفعه قبل دست فروشان نشسته بودند. بچه ها همینطور که با دقت به اجناس نگاه می کردند آرام جلو رفتند. تا به دست فروشی که دفعه قبل از او تعدادی کتاب خریده بودند رسیدند و از او سراغ کتاب را گرفتند. مرد با بدگمانی آنها را نگاه کرد و کتابی از درون کیفش بیرون آورد و به آنها نشان داد و گفت این کتاب قیمتش نوت سکه تلاست. اگر پول ندارید مزاحم نشوید. آنیتا یک کیسه پول از جیبش درآورد و به مرد فروشنده داد. مرد با حیرت از اینکه این افراد برای این کتاب چنین قیمتی را بدون چونه پرداختند، کتاب را به سمت آنها گرفت. آرمیتا کتاب را گرفت. احساس کرد کتاب انرژی دارد و او را گرم می کند. با حیرت به بقیه نگاه کرد. آنیتا که خودش هم قبلا این حس را تجربه کرده بود، بلا فاصله متوجه شد که آرمیتا چه حسی دارد و بلا فاصله انگشتش را بر لب گذاشته و به او علامت داد که سکوت کرده و چیزی نگوید. با به دست آوردن کتاب بچه ها بهتر دیدند که هرچه زودتر بازار را ترک کنند. پس به ایستگاه سفینه ها برگشتند و سوار سفینه شدند. در سفینه آرمیتا احساسش را برای سایرین توضیح داد. آنیتا گفت که او نیز با گوی و تعدادی کتاب که یکی از آنها همان کتابی است که پایان نامهشان را از روی آن نوشتند آن را تجربه کرده است. در کلبه بابی در را به رویشان باز کرد و خوشحال و خندان به آنها سلام کرد. بچه ها بعد از سلام و احوال پرسی با بابی برای خواندن کتاب به سالن نشیمن رفتند. کتاب بسیار قطور بود و اگر میخواستند آن را مطالعه کنند مدت زیادی طول میکشید. ولی وقتی کتاب را باز کردند در کمال حیرت دیدند که در صفحه دوم آن محلی برای جستجو و یک مداد مویی برای نوشتن وجود دارد. آنیتا پیشنهاد داد که آرمیتا که برای اولین بار کتاب را در دست گرفته با مداد مویی کار کند و در محل مورد نظر چیزی را که به دنبالش هستند بنویسد. زمانی که آرمیتا کلمه ناپدید شدگی کامل را نوشت، کتاب خود به خود شروع به برگ زدن کرد تا به صفحه مورد نظر رسید و از حرکت متوقف شد. آنها که تا به حال چنین چیزی ندیده بودند با حیرت به هم نگاه کردند. آرمیتا زودتر از همه به خود آمد و شروع به خواندن کرد. مطلب خیلی پیچیده و با رمز و راز نوشته شده بود. ساعتها طول کشید تا بالاخره با کمک تصویرهای متحرک و همفکری دست جمعی رمز را پیدا کرده و راه استفاده از آن را یاد گرفتند. اریک رمز را برای یک گلدان تزئینی خواند و سپس بابی را صدا کرد و از او سراغ گلدان را گرفت. بابی حیران و سرگردان دور اتاق دنبال گلدان گشت و آن موقع بود که بچه ها فهمیدند که به رمز واقعی دست یافتند. پس فورا رمز را پنج نفری در چهار جهت خانه خواندند و در دل اجازه دیدن خانه را به بابی دادند و سپس نفسی به راحتی کشیدند. تازه آن موقع بود که جان ساعت را نگاه کرد. ساعت سه بعد از ظهر بود و آنها هنوز ناهار نخورده بودند. وقتی از اتاق بیرون آمدند، بابی آنها را به اتاق غذاخوری دعوت کرد و در کمال حیرت دیدند که میزی بسیار زیبا با غذاهای متنوع چیده است. اریک پرسید، بابی تو این غذاها را از کجا آوردی؟ بابی گفت، من خیلی زود یاد میگیرم. بابی شماره ی رستوران را بلد است. بابی کد شما را هم یاد گرفته است. آیدا با خوشحالی گفت بابی خیلی ممنون آخ که من چقدر گرسنم بعد از خوردن ناهار و جمع کردن میز همگی از بابی خداحافظی کرده و برای رفتن به دانشگاه از کلبه بیرون آمدند حالا تا حد خیالشان راحت شده بود که دیگر کلبهشان از نظر امنیتی در وضعیت بهتری قرار دارد وقتی به دانشگاه رسیدند، جمع انبوهی از دانشجویان را دیدند که دور برد دانشگاه جمع شده و مشغول دیدن اسامی گروه های منتخب هستند. بچه ها با خوشحالی متوجه شدند که نام گروه آنها به عنوان گروه منتخب سال اول گزارش شده است. پس با خوشحالی به هوا پریده و هورا کشیدند. سایر همگروهی‌هایشان هایشان هم که در کنار برد بودند از خوشحالی روی پایشان بند نبودند. کلا در کنار برد وضعیت عجیبی بود. بعضی از گروهها خوشحال، بعضی ناراحت و تعدادی عصبانی بودند. در گوشه دانیال و دوستان همگروهیش دور هم جمع شده و با ناراحتی با هم صحبت می کردند. وقتی دانیال چشمش به اریک و دوستانش افتاد، به سمت آنها رفت و با لبخندی که کاملا واضح بود به زحمت زده است، به ایشان تبریک گفت. بچه ها در حالی که از تبریک گفتن دانیال بسیار تعجب کرده بودند، سرتکان داده و تشکر کردند. اریک گفت، کار گروه شما هم عالی بود. دانیال سری تکان داد و گفت، ممنون، این بار شانس با شما بود ولی سال بعد حتما گروه ما برنده می شود. اریک لبخندی زد و گفت، شاید، ولی خب ما هم تمام تلاشمان را برای بردن می کنیم. دانیال سری تکان داد و گفت، باید هم بکنید. با سپس دستش را به عنوان خداحافظی تکان داد و آنها را ترک کرد. طبق نوشته روی برد ساعت هفت شب در سالن اصلی دانشگاه جلسه برگزار می شد که حضور همه در آن الزامی بود. پس آنیتا، آرمیتا و آیدا از اریک و جان جدا شدند تا به خوابگاهشان بروند و لباسهایشان را عوض کرده و کمی استراحت کنند. در اتاق خواب بچه ها همینطور که روی تختهایشان دراز کشیده بودند شروع به صحبت با یکدیگر کردند. آیدا از زمانی که نتیجه اعلام شده بود به جای اینکه خوشحال باشد پکر و دمق بود مشخص بود که تمام اظهار خوشحالی هایش زورکی است آنیتا که متوجه او شده بود پرسید آیدا چه شده چرا اینقدر ناراحتی آیدا سری تکان داد و دیگر نتوانست خود را کنترل کند و اشکهایش سرازیر شد سرش را پایین انداخت و گفت چیز مهمی نیست اگر به شما بگویم حتما به من میخندید آنیتا گفت این چه حرفی است که میزنی ما دوستان تو هستیم لطفا زودتر بگو چرا ناراحتی تا من گریم نگرفته است آیدا گفت خب امروز نتیجه ها را دادند آرمیتا گفت وای آیدا جان معلوم است که دادند و اگر فراموش نکرده باشی گروه ما منتخب گروه ها شد حالا چرا این مطلب بسیار خوشحال کننده تو را ناراحت کرده است آیدا که همینطور اشکهایش بیوقفه بر روی گونه هایش میریخت گفت من که از این مطلب ناراحت نیستم برعکس خیلی هم خوشحالم چیزی که مرا ناراحت کرده این است که از فردا دانشگاه تعطیل می شود و بچه ها به خانه هایشان برمیگردند و و جان هم یکی از آنهاست. من نمیدانم سه ماه تعطیلات تابستان را بدون او چگونه بگذرانم واقعا دلم برایش تنگ می شود آرمیتا چشمهایش را تنگ کرد و با لحنی بین شوخی و جدی گفت آیدا از دست تو من گفتم چه اتفاق مهمی افتاده جان به اریک گفته که فقط برای چند روز به دیدن مادر و پدرش می رود و بعد از آن برمیگردد. می گردد. آیدا از جا پرید و با خوشحالی دستهایش را به هم زد و گفت راست می گویی؟ پس چرا به من چیزی نگفت؟ آرمیتا شانه هایش را بالا انداخت و گفت شاید برای اینکه خودش را برایت لوس کند و عکس عمل تو را ببیند. آیدا در حالی که اشکهایش را پاک می کرد و لبخند به لبانش می آمد گفت خب حالا نشانش می دهم. می دانی چند روز است که به خاطر این موضوع حالم گرفته است؟ آنیتا گفت آه آیدا حالا خواهشان از آن طرف پل نیفت. تو جان همدیگر رو دوست دارید و این کاملا مشخص است. خب پس بهتر است از این احساسات خوبی که نسبت به هم دارید استفاده کنید و سعی کنید خوشحال باشید. حالا هم بهتر است تا دیر نشده زودتر آماده شویم. پس بچه ها سری لباس را پوشیدند و برای شرکت در مراسم به سالن اصلی دانشگاه رفتند. جان و اریک برایشان جا گرفته بودند. بچه ها به سمت آنها رفته و کنارشان نشستند. آنیتا سالن را نگاه کرد. همه استادان و استادان مشاور، والدین و دانشجویان در سالن حضور داشتند. همچنین تعداد زیادی از افرادی که معلوم بود باید افراد مهمی باشند و گروهی که به نظر می آمد از طرف اداره مخترعین و مکتشفین کهکشان نیو آمده باشند نیز در قسمت میهمانان مخصوص نشسته بودند. آنیتا در کمال خوشحالی دیوید را دید که در حال صحبت کردن با پروفسور کلین است. ساعت هفت دیوید به پشت تریبون رفت و مراسم را با خوش آمدگویی به رئیس جمهور و وزیرانش، دکتر آرسی رئیس بیمارستان درمان بیماری های خاص، دکتر دی دبلیو رئیس بیمارستان نیو هاسپیتال، بزرگترین بیمارستان منظومه بست، پروفسور جان لندن، رئیس مرکز تحقیقات سیاره یوردیریم و گروه نمایندگان اداره مخترعین و مکتشفین شروع کرد. و سپس از پروفسور کلین برای سخنرانی دعوت کرد تا به پشت تریبون بیاید. پروفسور کلین سخنرانی کوتاهی کرد و از افراد مهمی که آن روز وقتشان را به آنها اختصاص داده بودند تشکر کرد و پس از آن اسامی گروه های منتخب را اعلام کرده و از گروهها برای گرفتن جایزه به روی سن دعوت کرد. اولین گروهی که نامشان اعلام شد گروه اریک بود. اریک به نمایندگی گروه برای گرفتن جایزه به روی سن رفت. سپس از سالهای دوم و سوم و چهارم هم هر کدام اسامی گروه های برتر اعلام شدند تا برای گرفتن جوایزشان به روی سن بیایند. پس از اهدای جوایز دکتر روبرت شولز به نمایندگی گروه مخترعین و مکتشفین به پشت تریبون آمد و گروه اریک را به روی سن فراخواند و برای کار تحقیقاتی از آنها تشکر کرد. ظاهرا مدالی از طرف مرکز تحقیقاتی اوپاکس برای بچه ها تدارک دیده شده بود. او یکی یکی اسامی افراد گروه را خواند و در همان زمان هم رباتی مدال ها را به سینه هایشن زد. پروفسور در آخر از این گروه که از خطرها نترسیده و با صبر و تلاش و بردباری توانسته بودند خدمت بزرگی به بشریت بکنند، دعوت کرد که تابستان به مدت یک ماه برای آموزش و تحقیق مهمان سیاره اوپاکس باشند. این پیشنهاد به قدری برای بچه ها غیر منتظره بود که همگی مدتی شکه شدند. چنین اتفاقی در تاریخ کهکشان بی سابقه بود. بچهها در حالی که از خوشحالی در پوستشان نمی گنجیدند با کمال میل قبول کردند. دکتر شولز به آنها اعلام کرد که برای هفته دیگر آماده شوند و سپس از همه تشکر کرده و از پشت تریبون پایین آمد. سکوت لحظه ای سالن را پر کرد. این آرزوی همه دانشجویان بود که به جای گروه اریک باشند. بعد از سخنرانی پروفسور شولز دوباره دیوید به پشت تریبون آمد و از همه دعوت کرد که ساعت نه در مراسم جشنی که در حیات پشتی دانشگاه برگزار می شود شرکت کنند. جشن ابتدا با پذیرایی و خوردن شام آغاز شد و پس از آن ارکستر شروع به نواختن آهنگ های زیبایی کرد. اریک و هم گروه هایش دور یک میز نشستند. همه به قدر خوشحال بودند که انگار در ابرها سیر می کردند. جک در خیال خود از اینکه می تواند یک ماه کامل با آنیتا باشد خیلی خوشحال بود. اگرچه در کمال ناراحتی می دید که وجودش برای آنیتا معنای خاصی ندارد. او برای آنیتا فقط یک همگروهی بود، همین و بس و این موضوع جک را خیلی آزار میداد. از طرفی به خاطر غرور زیادی که داشت، هیچ کاری هم برای بهبود اوضاعش نمی کرد. در این میان آنیتا بیخبر از احساسات جک با نگاهی امیدوار دنبال دیوید میگشت بالاخره دیوید را دید که مشغول صحبت کردن با پروفسور کلین است همینطور که که زیرچشمی او را زیر نظر داشت متوجه شد که صحبتهایش با پروفسور تمام شده و در حال آمدن به سمت آنهاست سری خود را متوجه کاری دیگر کرد چند لحظه بعد صدای آشنای دیوید را شنید که او را صدا می کرد. قلبش شروع به تند زدن کرد ترجیح داد طوری وانمود کند که انگار تازه متوجه حضور دیوید شده است. برگشت و با دیدن دیوید لبخند زد و گفت آه دیوید سلام. دیوید لبخندی زد و جلو آمد و به همه بچه ها سلام کرد و بابت افتخاری که کسب کرده بودند تبریک گفت. سپس از میزی که در همان نزدیکی بود صندلی برداشت و کنار صندلی آنیتا گذاشت و نشست. جک که خیلی ناراحت شده بود با عصبانیت از جایش بلند شد و به سمت میز گروه دیگر که سیتا هم آنجا بود رفت و کنار سیتا نشست. آیدا که از ابتدای مراسم تمام حواسش به جک و واکنش های او بود دلش برایش خیلی سوخت اما میدانست که نباید دخالت کند. این یک مسئله کاملا شخصی بود و او باید دوستش را در انتخاب آزاد میگذاشت. خصوصا که آنیتا با آمدن دیوید از این رو به اون رو شده بود و برق چشمانش خبر از احوال درونش میدادند. در پایان میهمانی جان از بچه ها خداحافظی کرد. او تصمیم داشت برای سه روز آینده همراه پدر و مادرش که آنها نیز در جشن حضور داشتند به مسافرت برود. زمان خداحافظی چشمهای آیدا و جان هر دو نمناک شده بودند. اریک خطاب به هر دوی آنها گفت ناراحت نباشید فقط سه روز است. دیوید در زمان خداحافظی دست آنیتا را بوسید و با لحنی عاشقانه گفت آنیتا من میخواهم بیشتر تو را ملاقات کنم. خواهش میکنم که وقتی هم برای من کنار بگذاری. آنیتا صورتش از خجالت قرمز شد و منمن من کنان گفت من من و نمیدانست جمله اش را چگونه تمام کند. یک دفعه دیوید بدون توجه به حضور سایرین جعبه‌ای که بسیار زیبا بسته بندی شده بود را به سمت آنیتا گرفت. آنیتا با خجالت جعبه را گرفت و آن را باز کرد و در آن دستبندی شبیه ساعت دید. دیوید گفت: با این دستبند ما می توانیم با هم در ارتباط باشیم و همدیگر را ببینیم. فقط کافی است که دکمه ای که این کنار قرار دارد فشار دهی. پس از آن می توانیم به صورت تصویری با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. آنیتا از دیوید تشکر کرد. از او و سایر بچه های گروه خداحافظی کرده و سپس همراه آرمیتا و آیدا ستایی به سمت خوابگاهشان به راه افتادند. در خوابگاه طبق معمول بچه ها تا مدتی با یکدیگر در مورد آن روز و اتفاقاتی که افتاده بود صحبت کردند. همگی خیلی هیجان زده بودند. فقط پنج روز وقت داشتند و بعد از آن باید دوباره سفر و کار را شروع می کردند. آنیتا تا مدتها بعد از خوابیدن آرمیتا و با آیدا باز هم بیدار بود و به دیوید فکر می کرد. این مسافرت یک ماه دوباره آنها را از هم جدا می کرد. اما به خود نهیب زد که او هدفی بسیار مهمتر دارد و باید همیشه آن را در اولویت قرار دهد. در این فکرها بود که خوابش برد. چند روز آخر قبل از سفرشان اتفاق مهمی نیفتاد. با نبودن جان آیدا بسیار کم حرف و بی شده بود و دیگر از شوخی ها و شلوغ بازی خبری نبود و اگر بابی نبود که یک سر سر و صدا کند کلبه حسابی سوت و کور می آنیتا هم که یک لحظه از فکر دیوید بیرون نمی آمد، حسابی در خودش بود و تلاش های آرمیتا و اریک برای تغییر اوضاع تأثیر چندانی نداشت. در نتیجه اریک و آرمیتا بیشتر وقتشان را در کل گذراندند و روی کتاب جدید مطالعه کردند. کتاب بسیار عجیب و جالبی بود. اطلاعات زیادی را در خود جای داده بود و با نوشتن سوالاتشان در قسمت جستجو فوری مطلب مورد نظر در پیش رویشان قرار می گرفت. روزی که جان از سفر برگشت، وضعیت کلبه خیلی بهتر شد. با شاد و سر حال شدن آیدا همه ی بچه ها هم احساس بهتری پیدا کردند. با آمدن جان بچه ها جشن کوچکی در سالن نشیمن دانشگاه ترتیب دادند و از همکلاسی هایشان آنهایی که در دانشگاه مانده و به خانه هایشان برنگشته بودند نیز دعوت کردند که در جشن شرکت کنند. البته به خاطر نزدیک بودن زمان سفرشان به اوپاکس اکثر بچه ها از جمله چک در دانشگاه حضور داشتند شب خوبی بود و به همه خیلی خوش گذشت. جک هم که دیگر وانمود می کرد آنیتا برایش با سایرین فرقی ندارد حسابی فیلم بازی کرد و تنها کسی که از ماهیت اصلی فیلمش با خبر بود سیتا بود که جک واقعیت را به او گفته و از او کمک گرفته بود سیتا هم به خاطر علاقه زیادی که به جک داشت قبول کرده بود که در اجرای نقشش کمک کند حداقل با اجرای نقش هم شده می توانست در کنار جک باشد اما متاسفانه جک نمیدانست که کارش نه تنها باعث ناراحتی و دلنگرانی آنیتا نشده بلکه او خیلی هم از اینکه جک دست از سرش برداشته و برای خودش دختری مهربان خوب و زیبا پیدا کرده خوشحال است روز قبل از سفر بچه ها تصمیم گرفتند که کمی تفریح کنند پس صبح بعد از صبحانه به پاساژ هر چه شما بخواهید رفتند و مقداری لباس و لوازم مورد نیازشان را تهیه کردند و برای نهار هم به کلبه رفتند تا روز آخر را با بابی بگذرانند. بابی دیگر برای بچه ها حکم یک فرد از افراد خانوادهشان را داشت و همگی او را به چشم یک موجود زندگی بسیار مهربان میدیدند و واقعا دلشان برای او تنگ میشد. بعد از خوردن ناهاری که بابی برایشان تهیه کرده بود همگی برای ساعتی به اتاقهایشان رفتند تا هم وسایل مورد نیاز سفرشان را جمع کنند و هم استراحت کنند زمانی که آنیتا در اتاق خودش مشغول بررسی کتابها بود یک دفعه صدای سوت گوی را شنید و با اینکه اتاق روشن بود متوجه روشن و نورانی شدن گویش شد به سمت گوی رفت خانم زیبا روی صفحه ظاهر شد و به آنیتا لبخند زد و سپس گفت آنیتا من فرصت کمی دارم و باید سریع پیغامم را به تو بدهم و بروم خوب گوش کن باید حواست را بیش از پیش جمع کنی تو و دوستانت در معرض خطر هستید آن هم از سمت کسی که اظهار نزدیکی زیادی به شما میکند متاسفانه من اجازه ندارم نامش را بگویم. مواظب باش. مواظب کسی باش که از دور شما را تحت نظر دارد. یکی از اطرافیانتان آن شخصیتی که نشان می دهد نیست و در حقیقت دشمن شماست. آنیتا که از شنیدن این خبر خیلی نگران شده بود با ترس از شنیدن جواب پرسید آیا منظورتان کسی از گروه خودمان است؟ خانم زیبا گفت نه دوستانت همگی قابل اطمینان هستند منظورم کسی است که به شما بسیار نزدیک است او شما را تحت نظر دارد و گزارش کارهایتان را به زاکها و سایر دشمنانتان می دهد یادتان باشد شما باید فقط به گروه خودتان اعتماد کنید فقط و فقط خب من باید بروم در سیاره اوپاکس خیلی مواظب به زاکها باشید سفر خوبی داشته باشید خدا حافظ آنیتا تا مدتی بعد از خاموش شدن گوی همچنان به آن نگاه می کرد. سعی می کرد فکرش را متمرکز کند. در ذهنش همینطور دنبال کسی می گشت که به آنها نزدیک باشد. تمام دوستان همکلاس و استادانش شامل این دسته میشدند. با نگرانی با خود گفت خدایا چه کار کنم؟ یعنی چه کسی با ما دشمن است؟ آخر چرا؟ به قدری نگران شده بود که بهتر دید به دانشگاه برود و از پروفسور کلین کمک بگیرد. اما فکری به سراغش آمد. نکند اصلا آن فرد خود پروفسور کلین باشد. ولی بعد از فکر خودش عصبانی شد و گفت نه این امکان ندارد پس هرچه سریعتر به طبقه پایین رفت بابی در اتاق خودش مشغول بررسی دوربین های امنیتی بود آنیتا به او گفت که به دانشگاه میرود و از او خواست تا به سایرین بگوید که او کجا رفته تا نگران نشوند وقتی به حیات دانشگاه رسید، دکمه حضور سانتی را فشار داد. نور سبزی به چشمش خورد و سپس سانتی در جلوی رویش ظاهر شد. از او خواهش کرد تا برای ملاقات با پروفسور کلین اجازه بگیرد. سانتی سری تکان داد و غیب شد. و چند دقیقه بعد ظاهر شده و گفت که دستتان را به من بدهید. پروفسور همین حالا وقت ملاقات دادند. آنیتا دست سانتی را گرفت. چرخش دورانی و در اتاق پروفسور بودند. پروفسور که صورتش نگران می نمود به پیشواز آنیتا آمد. آنیتا سلام کرده و از اینکه بی وقت مزاحم پروفسور شده عذر خواهی کرد. پروفسور سری تکان داد و به سانتی گفت که بیرون منتظر شود تا صدایش کنند. بعد از رفتن سانتی، پروفسور آنیتا را دعوت به نشستن کرد و خودش نیز روی صندلی کنارش نشست و گفت: خب دخترم چه شده است؟ آنیتا سرش را پایین انداخت و گفت: پروفسور به من در مورد یکی از افراد نزدیکم هشدار داده شده نمیدانم که باید چه کار کنم فقط میخواستم از شما خواهش کنم که اگر می شود مثل سری قبل سفینه ی من را چک کنید تا دوباره در آن خرابکاری نکرده باشند پروفسور سری تکان داد و گفت بعید میدانم دوباره کارشان را تکرار کنند اما برای احتیاط چون خودم هم نگران بودم قبلا تذکرات لازم را دادم. نگران نباش اما در مورد یکی از افراد نزدیک به تو من در حال حاضر به کسی مشکوک نیستم و امیدوارم که اشتباه کرده باشی تو و با دوستانت باید بیش از پیش مراقب خودتان باشید همینطور که قبلا هم گفتم من روی شما خیلی حساب می کنم آنیتا از پروفسور تشکر کرد و در زمانی که از جایش بلند شد سانتی ظاهر شد و بعد از ادای احترام به پروفسور دست آنیتا را گرفت آنیتا از او خواهش کرد که به ایستگاه سفینه ها بروند و لحظاتی بعد آنجا بودند آنیتا با سانتی خداحافظی کرد و سانتی با چشمانی صادق و غمگین آنیتا را نگاه کرد و گفت دلم برایتان تنگ می شود. موازه به خودتان باشید. آنیتا گفت آه سانتی مگر این دفعه با ما نمی آی. سانتی سرتکان داد و گفت این دفعه من اجازه ندارم و باید از کارمندان خود پایگاه به شما خدمت کنند. آنیتا سرتکان داد و گفت دل من هم برای تو خیلی تنگ می شود. و از اینکه لحظه ای فکر کرده بود شاید سانتی کسی باشد که به او خیانت می کند خجالت کشید. در کلبه همه در سالن نشیمن بودند و کمی از غیبت آنیتا نگران به نظر می رسیدند. آنیتا همه ماجرا را برای آنها تعریف کرد. آیدا گفت: آنی نگران نباش، ما با هم از پس همه ایشان آییم. اری گفت: البته که همین طور است، ولی باید از همیشه هوشیارتر بوده و به همه کس و همه چیز مشکوک باشیم. آرمیتا گفت: درست است، باید مراقب همه باشیم. حالا هم بهتر از زودتر به دانشگاه برگردیم و وسایلمان را برای فردا آماده کنیم. آیدا گفت فرصت دهید تا آنی کمی بنشیند و نفسی تازه کند بعد برویم. نیم ساعت بعد بچه ها از بابی خداحافظی کرده و پس از تذکر توصیه های ایمنی به او از کل به خارج شده و به سمت ایستگاه سفینه ها به راه افتادند. پس از رسیدن به دانشگاه ابتدا به خوابگاه هایشان رفتند تا وسایلشان را مرتب کنند و سپس برای خوردن شام به سلف رفته و زود خوابیدند. ساعت هفت صبح روز بعد باید به سمت سیاره اوپاک سفر می کردند و برای سفر لازم بود که کاملا آماده و سر حال باشند.